سلام خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت و پز هستین. خیلی خوش هستم از اینکه با یک دیگر از برنامه خدمت شما هستیم. نیم ساعته که من میخوایم یکی از غذاهای خیلی خوشمزه دیگر براتون آماده بسازیم. امروز خیلی متفاوتتر خواستم که یک ترشی از بادمجان سیاه و سمارخ براتون آماده کنیم، چون تا حال در برنامه ما براتون آماده نساخته بودیم ترشی، اما یک ترشی خیلی متفاوت است که از سمارخ و بادمجان سیاه و با جم از ترکاری ها آماده میشه و ای اصلا ضرورت نیست وقتی شما این آماده کردین 7 روز 4 روز 3 روز بگذارین تا اینکه برسه، تمام موادش خیلی زودتر آماده میشه و زودتر هم میرسه. مدت یک روز اگر شما 24 ساعت در یخچال بانین کاملا چون در سرکه آماده میشه زود میرسه و یک طعم خیلی عالی رو به خود میگیره. در شروع میخوایم مواد لازم شه به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی بگیریم. بادمجان سیاه 1 کیلو، سرکه 2 قوطی، زنجفیل 200 گرم و 2 عدد مرچ دلمه، سمارق 1 قوطی، گشنیز مرچ تازه مقدار لازم، نعنا مقدار لازم، روغن زیتون اندازه 1 گلاس، نمک به قدر ضرورت و 1 قوطی سیر. مواد لازمش هم برتان به معرفی گرفتم که من در ترشی که از سمارق و بادمجان سیاه برتان آماده میکنم امروز از کدام مواد استفاده کردیم. استا استا کارهای خودم دیگه بخیر شروع میکنیم. در شروع تختر ضرورت داریم. خب بادمجان های سیاه را من میخواییم که آماده بسازیم. پوستشان نمی کنیم قبل از اینکه برنامه آغاز شد، من تمامش پاک شستیم و میخواییم که کارد بگیرم و تمامش ریزه ریزه میکنیم. کارد خردتر را میگیرم تا اینکه خوب نازک نازکی را بتونیم ریزه بکنیم. قسمتاش دور میکنم. اینه. و در این ترشی که امروز من خواستم براتون آماده کنم که خیلی یک ترشی متفاوت هست، در این اصلا ما از اوری وینا استفاده نمی کنیم، صرف سرکه استفاده می کنیم با سیر و مرچ تازه که بسیار یک طعم عالی و خوب به خود می گیره. و این ترشی را که شما آماده بسازین ضرورت هم نیست که شما این را بگذارین در یک اتاق یا سرش بسته کنین که هوا برش نرسه تا یکی ده پوپنک نزنه، اصلا اینجا پوپنک نمیزنه، چون به خاطر که ما در روغن زیتون استفاده میکنیم. صرف مدتی که آماده ساختین مدت 24 ساعت اگر در یخچال میمونینش و یا در هوای اتاق یک جای سرد بانینش روی شپوت کنین دیگه کاملا میرسه و یک طعم بسیار عالی را میگیره، چون تمام مواد ازی دیگه البته از ترکاری بسیار ساده استفاده کردیم. سمارق از قبل کاملا آماده شده هست و بادمجان سیاه را باز در روغن زیتون ما آماده میکنم. بادمجان های سیاه که هر قدر نازک به این شکل ریزه شوه خیلی خوب است. ببینین ما به این اندازه نازک نازک بادمجان های سیاه ریزه کردیم. اینه که باز تمامش ریزه کردیم، باز اینه تمام شده روغن زیتون میخواییم که سرخ کنیم تا اینکه آماده شوند نرم شوند. و روغن زیتون یک خوبی داره که ترشی را اصلا پوپنک نمیزنه. اینه تمام بادمجان های سیاه رو من به این اندازه ریزه کردم. حالا یک مقدار دیگیش هست که اینا رو من میخواییم خوب نازک نازک تمامش رو ریزه کنیم. اینه خب اینا رو تمامش رو من استا ریزه میکنم دیگه، حرارت هم روشن میکنیم. میخواییم که دیدی کمک روغن زیتون اضافه کنیم. به این اندازه روغن زیتون اضافه کردیم، مگذاریم تا که روغن خوب گرم شود. تا که روغن خوب گرم شود من البته بادمجان های سیاه تا وقت ریزه ریزه میکنم. بسیار یک ترشی مزه‌دار خوشمزه از مرچ دلمه، سمارق و همچنان بادمجان سیاه براتون امروز آماده میکنیم که بسیار ساده است اما طعم خیلی خوب داره. خب بادمجان های سیاه که شما میبینین که خراب است و را اصلا آماده نکنین دورش میکنیم. اینه خب خیلی مقدار کمش باقی مونده، کنارم ریزه کنم و حال میبینیم که
البته روغن زیتونه که گذاشته بودیم به خاطر بادنجان های سیاه استا گرم شده. ما میخواییم که بادنجان های سیاه هم تمام شد سرخ کنیم به این شکل. تمام شد که سرخ میکنیم، البته پشت رویش دور میدیم تا که هر دو طرفش کاملا یکسان سرخ شود. خیلی مقدار کمش هم اینجا باقی مونده که اینا رو ما میخواییم ریزه ریزه کنم دیگه. بعد از اینکه ریزش کردیم و تمامش هست سرخ میکنیم. اینه و اینایی که البته در روغن اضافه کرده بودیم اینا رو پشت رو میکنیم تا اینکه هر دو طرفشان کاملا خوب دیگه در روغن زیتون سرخ شوند. یک عدد بادنجان سیاه دیگه باقی مونده که ما آماده میسازم. این بسیار یک ترشی متفاوت است اما خوشمزه است. من چند بار در خانه آماده ساختیم و امروز خواستم در برنامه با شما آماده بسازم. شاید بعض دوستان خیلی تعجب بکنن چطور در ترشی روغن زیتون رو استفاده میکنن، اما روغن زیتون که ما بادنجان سیاه رو نرم میکنیم دست از او کاملا این را سرخ میکنیم درش بسیار طعم خوب و عالی برای ترشی میده. و در این ترشی که امروز من آماده کردم برتون از تمارق هم استفاده کردیم. اینا پشت روش میکنیم، اونقدر بسیار زیادی را سرخ نمیکنیم و میکمک که نرم شد دیگه بازی را از روغن آیستا آیستا ما بیرون میکنم. صرف یک عدد بادنجان سیاه دیگه باقی مونده که را من خوب از ریزه ریزه کنم تا اینکه باز سرخش کنیم. اینا کاملا دیگه تمام بادنجان سیاه ریزه شد و یک ظرف هم من میخواییم بیارم که تمام اینا را سرخ کده رفتیم دیگه دو ظرف اضافه کده بریمشن. این ای ظرف شیشه بزرگ میگیریم. ای بادنجان های سیاه یک دانه دیگه کاملا سرخ شدن نرم شدن چون مایره بسیار نازک نازک هم ریزه کده بودیم تمام شد ده ای ظرف میمونم. اینا میبینیم که تمامش خوب نازک نازک دیگه ما ریزه کردم و سرخش کردیم در روغن زیتون. حالا مقدار خیلی کم دیگهش باقی مونده که البته اینا رو ما در روغن زیتون اضافه میکنم تا که کاملا سرخ شوند. در این لحظات برنامه البته وقفه خیلی کوتاه داریم، جای نرین، زود زود برمیگردیم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خب در جریان وقفه من تمام بادنجان های سیاه را در روغن زیتون کاملا سرخ کردم. حالا مواد دیگه ما را میخواییم آماده بسازیم. اینجا زنجفیل است که یک مقدار زنجفیل پست میکنیم و میخواییم که ریزه ریزه کنیم. در این ترشی که امروز من خواستم برتان آماده کنم از زنجفیل هم استفاده میکنیم. اینا البته زنجفیل هم پست کردم و میخواییم به مقدارش دیگه کفایت میکنن و ریزه ریزش میکنیم. خورد خورد دیره خوب است که به این اندازه زنجفیل هم ریزه کنیم. اینه زنجفیل هم تمامش به این اندازه ریزه شد. حالا مرچای دلمه است. از دو عدد مرچ دلمه هم خواستیم در این ترشی استفاده کنیم. من از بادرنگ استفاده نکردم اما اگر شما دوست داشتین پس دوستای ما بادرنگ شور رو بسیار خوش دارن میتونین که از بادرنگ شور هم استفاده کنین دهی و یا اگر از بادرنگ عادی هم بدون یعنی بادرنگ شور نبود شما استفاده کردین هم مشکل نیستم. خوب است که مرچای دلمه را هم به این اندازه خوب نازک نازک ریزه کنیم. هر قدر مرچای دلمه نازک تر ریزه شد به مو اندازه خیلی خوب است. اینه بسیار مقدار کمش باقی مونده. البته ایرام نازک نازک ریزه میکنیم. یک عدد مرچ دلمه دیگه هم باقی مونده. من از دو عدد مرچ دلمه خواستم در این ترشی استفاده کنیم. بسیار ساده آماده میشه، آسان آماده کردنش وقتتان هم خیلی کمتر میگیره.
اینه خسته قسمت وسط شدور میکنم، یک عدد دیگه هم مریضه میکنم. من از مرچ دلمه سبز استفاده کردم، اما مشکل نیست، شما اگر خواستین میتونین از مرچ دلمه رنگام استفاده بکنین. اینه به این اندازه مرچ دلمه را ریزه کردیم. بعد از او باز میخواییم گشنیز و یک کمک نانام. از نانای تازه هم خواستم استفاده کنیم به خاطر یک خوشبوی خیلی خوبه برای ترشی میده. اول خوب است مرچای تازه رو ریزه کنیم. من نخواستم از البته از مرچ خشک و مرچ سیاه و اینا در این ترشی استفاده کنیم. تا اینکه تون شوه میخواییم که تندیش بسیار طبیعی و خوبتر باشه از مرچ تازه استفاده کنیم. یک مقدار مرچ تازهش بیشتر است. بسیار هم تون نمیشن چون این مرچ ها بعضش تون نمی باشه، اما تندیش به میل خودتان است. بعض دوستایم اگه دوست داشتن که ترشی که آماده می سازن بسیار زیاد تند باشه، شما مرچ سرخه. بعض وقت شاید در خانه من همیشه از مرچ سرخ یک ترشی آماده می کنیم. اگر مرچ ها بگذارین تا کمک خشک شوه و را بکوبین، بعد از اون میتونین که ازش مرچ بسیار یک چتنی مرچ خوب مرچ تازه آماده کنین. البته از مرچ تازه هم شما به شکل میتونین که چتنی آماده کنین. مرچ های تازه را خوب بشوین، در میکسر با کمک آب اضافه کنین. نیره خوب به همین میکسرهایی که معمولا ما شما جوسر است و جوس آماده میکنیم، از این تمامش بیرون کنین و میتونین یک چتنی بسیار مزه‌دار هم از او آماده کنین. اگر در خانه داشتین از اون میشه دیام پرتین یک کمک اندازه 1-3-4 قاشق. اگر چتنی مرچ نداشتین باز مشکل نیست، میتونین به شکل مرچ های تازه را ریزه ریزه کنیم. خب تمام مرچ های تازه را هم ریزه کردیم و گشنیز است. از یک مقدار برگای گشنیز هم خواستم استفاده کنم به خاطر که بسیار یک طعم عالی خوب برای چتنی یا ترشی میده که ما شما آماده میکنیم. و این ترشی که امروز آماده کردم براتون از اوری استفاده نکردیم، ترشی سرکه ای است، از سرکه تنها خواستم استفاده کنیم. برگای گشنیز هم ریزه شد و یک مقدارم از برگای نانا استفاده میکنم. یک مقدار بیشتر از نانا استفاده میکنیم به خاطر که نانا که از طعمش بسیار خوب میسازه. خب مقدار نانای تازه بود که من اینه تمامش دیگه خوب ریزه ریزه کردم. حالا تمام ترکاری که ریزه کردیم اضافه میکنیم شان ریزه. اینه مرچ دلمه را، مرچ تازه را، مقدار نعنا و زنجفیل. تمام شد. در این ظرف اضافه کردیم و بر فعلا دیگه تخترم ضرورت نداریم. خوب است از بالای میز دورش کنیم تا اینکه بتونیم دیگه کارهای خود خیلی خوبتر انجام بدیم. دیگه ترشی خوشمزه ای که امروز من خواستم از سمارق و بادنجان سیاه براتون آماده کنم و آهسته آهسته آماده میسازیم. و اینجا هم سیر است که از یک خوزه سیر میخواستم استفاده کنم. سیر هیچ ریزه ریزه نمی کنیم چون از سیرهایی که خیلی خردتر هستن میخواستم استفاده کنم. پوستشان کردیم و اضافهشان میکنیم در این ظرف. حالا اینجا سمارق است. سمارق از قبل کاملا آماده شده. از یک قطعه سمارق آماده شده استفاده کردیم، اما میبینیم که سمارق وطنی هم است. از او اگر شما استفاده کنین هیچ مشکل نیست، اما باید یک کمک او را نرم بسازین و بعد از او باز شما میتونین یا جوش بتین در آب با یک کمک نمک نرم شود و باز در ترشی که میخواین آماده کنین استفاده کنین ازش. ظروف که ضرورت هم نداریم تمامش از بالای میز دور میکنم تا که بتونیم دیگه کارهای خودم خیلی خوبتر انجام بدیم. میکنیم شانده قسمت. و اینجا هم یک ظرف شیشه‌ای داریم که در این ظرف باز می‌خوایم تمام ترشی را آماده کنیم. خب اینجا هم صرف نمک مونده و نمک است که یک قاشق هم ضرورت دارم که بگیرم و نمک با این مواد مخلوط می‌کنیم. نمک هم مقدار لازم. سمارق با تمامی ترکاری با مرچ دلمه و یا خوب مخلوط می‌سازیم. اینه کاملا این را خوب مخلوط کردیم و حالا می مواد ما را که مخلوط کردیم میگذاریمشان در این قسمت. ظرف را میگیریم. بادنجان های سیاه را که در روغن زیتون آماده ساخته بودیم
ظرف و میل خودتان است. هر ظرف که خودتانی ترشی را آماده کردین و یا اگر خواستین در مرتبانه شیشه ای آماده بسازینم هیچ مشکل نداره. اما من در این ظرف به خاطر برتان آماده کردم که شما بتونین خوبتر تصویرش ببینین. زیر ظرف تمام بادنجان های سیاهی که آماده کردیم اینه میگذاریم. حالا خوب است با دست این مواد اضافه کنم. از سمارق در کاریباب مواد که آماده کردیم اضافه میکنیم و حالا باز دوباره بادنجان سیاه به این شکلی را آماده میسازیم. خب البته بادنجان سیاه اضافه کردیم زیر ظرف، بالایش هم از این ترکاریاب و سمارق و سیر و اینایی که اضافه آماده ساخته بودیم اضافه کردیم. قبل از اینکه من دیگه کار رو انجام بدم تا یک ترشی مزه‌دار سمارق و بادنجان سیاه رو براتون آماده کنم، وقفه خیلی کوتاه داریم، زود برمیگردیم. ادامه برنامه هست و تمامتون خوش آمدید میگم. خب من دیگه کار رو انجام ندادم، خواستم که در جریان برنامه انجام بدیم تا اینکه شما دوستای عزیز ما هم ببینین. خب ترکاری و سمارق اینا را که روی بادنجان سیاه اضافه کردیم دوباره در ظرف بادنجان سیاه را به شکل میچینیم. اینا بسیار یک ترشی مزه‌دار. اگر ما شما خواسته باشیم دمی ظرف شیشه یا میتونین کی ترشی را آماده کنین، هیچ مشکل نداره. روش باز وقت خواستین در یخچال بگذارین و یا در هوای اتاق مگر در 24 ساعتی خواستین بگذارین، صرف در روش یکمک پلاستیک بگیرین دیگه هیچ مشکل نداره. دوباره سمارق اینا رو آماده کردیم، روش اضافه میکنیم. بسیار ساده و آسان اما یک ترشی بسیار مزه دار است. و بادنجان سیاه رو دوباره میگذاریم در ظرف و اینه. ای اصلا اونقدر ترشی بسیار جنجالی هم نیسته که ما شما بسیار زیادی را آماده کنیم. یک سر بادنجان سیاه را بگیریم یا نیم سر بادنجان سیاه را بگیریم و ترشی آماده کنیم، بسیار ساده است. مثلا اگر روز آماده ساختین میتونین که سبازی استفاده کنین و هر وقت که خودتان خواسته باشین میتونین که ترشی مزه‌دار از بادنجان سیاه و سمارق با جمع ترکاری‌های دیگه آماده کنین. بسیار ساده آماده میشه. اینه. و حالا سمارق که باقی مانده بود با ترکاری‌ها رویش اضافه کردم و حالا سرکه را. در سرکه خوب است من یک کمک نمک اضافه کنم، چون من نمک کم تر در مواد مخلوط کرده بودم. اینه در سرکه کمک نمک هم اضافه کردیم. از دو قوطی سرکه، سرکه سفید البته، تنها در ترشی میتونیم که سرکه سفید استفاده کنیم. بعض دوستای ما اگر بگن که شاید ما بتونیم از سرکه سیبام استفاده کنیم، اما نه خیر، از سرکه سیب ما و شما استفاده کردن نمیتونیم. اینه تمام این موادای ما را دیگه به قاشق به این شکل یکمک فشارش میدیم تا که در سرکه تمام موادا باشه. بسیار یک ترشی عالی با طعم خیلی خوب امروز من آماده ساختم برتان. در این ظرف دیگه ای رواز من به 24 ساعت در یخچال میگذارم. اینه بعد از دیگه کاملا آماده میشم. بسیار عالی و خوشمزه است. حتما این ترشی را یک بار که از بادنجان سیاه همچنان البته ماست بادنجان سیاه، سمارق، سیر، زنجفیل، گشنیز تازه، همچنان نعنای تازه، مرچ تازه من خواستم ایر آماده کنم با نمک و کمک سرکه. حتما ایر آماده بسازین، طعم و ذائقه بسیار عالی داره و ایره باز دیگه من سرش پلاستیک میگیرم بر 24 ساعتی رو میگذاریم. اگر شما یخچال نباشه مشکل نیست، میتونین در می هوای اتاق میره بگذارین کاملا آماده میشه. اما یک ترشی بسیار مزه‌دار و طعم خیلی عالی داره که من مطمئن هستم شما هم ترس داری شد اگر یاد گرفتین و میتونین که در خانه آمادهش بسازین. آخرین دقایق برنامه است. من ناگزیر هستم خداحافظی بکنم، اما قبل از اینکه خداحافظی کنم میخوایم تمام کارهایی که انجام دادم یک بار براتون تکرار کنم. شاید بعض دوستای ما حالا با برنامه خودشان پیوسته باشن.
در شروع ما بادنجان های سیاه را در روغن زیتون سرخ کردم، خوب پشت روی بسیار کم روغن زیتون در قاشق اضافه کرده برین و بادنجان های سیاه را سرخ کرده برین. وقتی کاملا خوب سرخ شد، روغن زیتون باعث میشه که خودم این ترشی را پوپنکم نزنه، اگر هوای اتاقم به این برسه هیچ کدام مشکل نیست. اما ترشی هایی که ما و شما با اوری وینا آماده میسازیم، اگر تایی که خوب برسه، اگر هوای اتاق برش برسه، یک رقم را پوپنک میزنه و خراب میشه. اما این ترشی اصلا خراب نمیشه. بادنجان‌های سیاه سرخ شد، کاملا تمامش آماده شد. لابلا بادنجان‌های سیاه که سرخ کرده بودیم اضافه کردیم. رویش هم سمارق و ترکاری‌ها را که ریزه ریزه کردم با کمک نمک مخلوط ساختیم و اضافه کردیم. داخل بالاش سرکه اضافه کردیم و دیگر رویش هم باز معلومه که برنامه بخیر تمام شد. پلاستیک میگیرم و میبرم میره در یخچال میمانم تا صبای نمی وقت دیگر کاملا باز آماده میشه. باز با همکارا یک جا امروش یک پکورا آماده میکنیم، یک غذای دیگه آماده میسازیم، یک جانوش جانش میکنیم. اگر زمیال آمادگی بگیرین، موادش در خانه پیشتان باشه تا شبی را آماده کنین، در یخچال بالین و یا در هوای اتاق سرش پلاستیک بگیرین. دیگه میتونین که تا فردای نمی وقت باز بخیر یک ترشی بسیار مزه‌دار از بادنجان سیاه و سمارق آماده بسازین. وقت خوب خوش داشته باشین، اوقات لحظات خوب خوش، همیشه شاد نفخ سر حال باشین. خداوند یار نگهدار هم ما و شما.